به نام خدا. شاگردای عزیز و گرامی سلام. خوب هستین؟ بخیرین؟ جور باشین؟ صحتمند باشین؟ خب شاگردای عزیز، قرار بود که چی بونید با ما کارخانگی روان کنین، درست است؟ قرار بود کارخانگی با ما روان کنین از چی طریق؟ گفتیم از طریق واتساپ به نمبر چند؟ 2096478025513. درست است؟ اگر کدام سوال یا کدام مشکلی در حل کارخانگی دارید، میتونید با ما در ارتباط شید با همین نمبر که براتون گفتیم. اگر کدام انتقاد و پیشنهاد هم دارید میتونید با ما شریک سازید. درست است؟ خب شاگردان عزیز و گرامی، ما و شما چی میخوانیم؟ فصل دوم، روابط بین دایره و خطوط مستقیم، جلسه دوم هستیم. درست است؟ ما و شما امروز چی؟ در درس امروز دو عنوان باید بخوانیم. یک، خط مماس بر دایره، و دو چی است؟ زاویه داخلی دایره را ما و شما قرار است که بخوانیم. و ما هر کدام سر تخته بر تشریح میکنیم، مثال میزنیم، البته دو قضیه داریم باید ثبوت کنیم. درست است؟ دست بریم سر تخته، ما و شما چی کنیم؟ درس را شروع کنیم. پس خط مماس بر دایره است. خط مماس بر دایره به این شکل است. میگه ما و شما اگر یک تا دایره داشته باشیم، به این شکل یک تا دایره داشته باشیم، دایره مرکزش هم باشد او، و یک تا نقطه خارج دایره داشته باشیم، صحیح، نقطه پی به عنوان مثال. اگر ما شما از نقطه پی خارج دایره یک تا خط مماس به دایره بکشم، خط مماس میدانین خطی است که در یک نقطه دایره را قطع میکنه، صحیح، به عنوان مثال این خط، خط چی است؟ خط مماس است. این نقطه که قطع میکنه نامش چی بگیریم؟ نامش تی بگیریم، صحیح. پس پی تی چی میشه؟ میشه مماس بر دایره. درست است؟ مماس بر دایره. خب عالی، دقت کنید. اگر ما یک تا مماس دیگه ما چی کنم بکشم در این دایره، صحیح، در این نقطه، تقریبا این نقطه قطع میکنه، این نقطه، صحیح، این نقطه میشه، این را بگیریم چی؟ تی زبر. پس این را گرسیم تی، این را گرسیم تی زبر، صحیح. عالی، سوال در اینجاست، ما شما قرار است که ثبوت کنیم اینمی پی تی با پی تی زبر با هم چی میشه؟ مساوی میشه. اینمی را داریم 100%. اگر یک دایره داشته باشیم، یک نقطه خارج از دایره داشته باشیم، صحیح؟ از همون نقطه دو مماس به دایره رسم کنم، دو مماس میشه رسم کرد دیگه، نه، یک تا دوال، یک تا پایین. اینمی مماس پی تی با پی تی زبر با هم چی میشه؟ مساوی میشه. 100% با هم مساوی میشه. پس همین رو ثبوت میکنیم. پس قضیه ما شما همین است. یک نقطه خارج دایره به نام پی داشته باشیم و از این نقطه دو مماس به دایره رسم کنیم، طول از هر دو مماس با هم چی است؟ مساوی است. درست است؟ خب ثبوت بسیار آسان است. پس ثبوت چی میگیم؟ میگیم از مرکز، از او به تی و تی زبر چی میکنیم؟ رسم میکنیم. به تی و تی زبر خود ما رسم میکنیم. ایره میفهمیم شا بالای خط مماس در نقطه تماس چی است؟ عمود است. این زاویه باید 90 باشد. 100% زاویه هم 100% 90 است. ایره ما و شما چی میفهمیم؟ درست است؟ خب از او به پی هم رسم میکنیم. پس او پی هم رسم میکنم، صحیح؟ پس میگم که از مرکز دایره، پس از او دیگه، او مرکز دایره، صحیح؟ از او به تی، تی زبر و پی رسم میکنیم. از او به تی، تی زبر و پی وصل میکنیم، صحیح؟ پس وصل کردیم، دو مثلث تشکیل میشه. من ثبوت میکنم این مثلث بالا با این مثلث پایین با هم چی است؟ 100% مساوی است. اگر همین ثبوت کردم نتیجه شست، پی تی با پی تی زبر با هم چی میشه؟ مساوی میشه. درست است؟ پس ما و شما با چی کنیم؟ ثبوت کنیم که مثلث بالا با مثلث پایین چی است؟ مساوی است. خب چرا هم ثبوت میکنم؟ بسیار آسان. در مثلث بالا میگم که او پی
دقت کن او پی اینی زل بوده مثلث پایینم او پی هم مثلث دیگه مشترک است پس او پی مساوی است با او پی نامشم چی دلیل چی است میگیم که مشترک است در دو مثلث مشترک است صحیح است زاویه تی با زاویه تی زبر هم چی است با هم مساوی سردش 90 است دیگه پس زاویه تی مساوی است با زاویه تی زبر کردش 90 است دیگه چی دیگه او تی با او تی زبر اردش شای دایره است هر دو شاه باشد با هم مساوی است دیگه پس میگیم که او تی مساوی است با او تی زبر چرا چون شاه دایره است پس از این عرصه ما و شما نتیجه میگیریم که اینید مثلث بالا و مثلث پایین چی میشه با هم دیگه مساوی یا هم نهشت میشه و اگر یادتون باشد مثلث های مساوی یا مثلث های هم نهشت برش میگفتیم در صنف قبل دیگه نه پس میگیم مثلث او پی تی صحیح هم نهشت به شکل است یا مساوی به شکل نشان میدادیم دیگه نه مثلث او پی تی با مثلث او پی تی زبر با هم مساوی میشه او پی تی زبر با هم هم نهشت میشه صحیح وقتی که هم نهشت شد نتیجه چی است نتیجه میگیریم که نتیجه ما در اینجا نوشته میکنم که اجزایش با هم مساوی است یعنی چی او پی که مشترک است او تی با او تی زبر مساوی است پس او پی تی با پی تی زبر با هم چی میشه مساوی میشه پس نتیجه میگیریم که پی تی مساوی است با پی تی زبر پس این ثبوت شد قضیه ما شما همیسته که چی بود قضیه قضیه رو میگفت که اگر از یک دایره داشته باشیم یک نقطه خارج دایره صحیح است خارج دایره یک نقطه چی کنیم دو مماس رسم کنیم به دایره همین دو مماس طولش با هم مساوی است که ما شما چی کردیم ثبوت کردیم گفتیم از او به تی تی زبر و پی رسم میکنیم دو مثلث تشکیل میشه و ثبوت کردیم این دو مثلث با هم چی است مساوی است یا هم نهشت است وقتی هم نشت باشد چی میگیم؟ نتیجه میگیریم که اجزایش با هم مساوی است. خب در این مثلث زل او پی با او پی که مشترک است. او تی با او تی زبر هم که مساوی است چون شاه است. پس فقط این هر دو میمونه. پس پی تی با پی تی زبر چی میشه؟ مساوی میشه. صحیح است؟ پس این نکته بسیار قضیه بسیار آسان ثبوت چم فهمیدیم. درست است؟ خب پس ما ارپاک میکنیم شاگرد عزیز یک تا قضیه دیگه هم داره. این قضیه هم بسیار مهم است. بعد یک مثال کار میکنیم از هر دو قضیه استفاده میشه. درست است؟ پس یک قضیه دیگه ما شما باید ثبوت کنیم. بسیار آسان است. پس ما ارپاک کنم و یک قضیه بسیار آسان دیگه ثبوت میکنم من. او قضیه به این شکل است. میگه که اگر ما و شما چی داشته باشیم یک تا دایره داشته باشیم. ما و شما یک تا دایره داشته باشیم مرکزش نامش باشد او صحیح؟ خب ما یک نقطه خارج دایره به عنوان پی نامش پی گرفتیم و مماس به دایره رسم کنم صحیح؟ اینمی تی باشد پس چی؟ مماس به دایره رسم کنم میگه که ما اگر بیایم شاگرد عزیز دقت کنید این وره ما در اینجا نوشته کنم ما یک تا قاطع به دایره هم رسم کنم که از مرکز تیر شده باشه اگه یادتون باشه در درس جلسه قبل گفتیم که چی اینو میگیم چی وقتی که از قاطع از مرکز دایره رد شده باشد میتونستیم چی طاقت نقطه نظر به دایره نوشته کنیم میشد دی مربع منفی آر مربع صحیح است که دی چی بود فاصله نقطه تا مرکز دایره آرم که شای ما و شما بود دیگه درست است اگه یادتون باشه شاگردای عزیز به شک بود نگا من میکشم باز پاک میکنم ما یک نقطه داشته باشیم گفتیم دو تا قاطع باشد یک تاش از مرکز تیر شده باشد 100% از مرکز تیر شده باشد ای باشد پی ای باشد ای ای باشد بی ای باشد سی در اینجا باشد دی صحیح است پس میشد پی ای ضرب در کل پی بی این قضیه جلسه قبل بود دیگه نه مساوی است با پی سی ضرب در چی پی دی پی دی صحیح است که این برای که گفتیم پی ای ضرب در پی بی که چی میشه اینم پی ای از پی تا ای ضرب در پی تا بی صحیح است قطعه خارجی در چی قطع دیگه در قاطع دیگه صحیح است قطعه خارج در قاطع قطعه خارج در قاطع مساوی ضرب شد و یادم گفتیم که ما میتونیم به شکل چی نوشته کنیم اینی سمت راسته به شکل دی مربع منفی آر مربع که یک تا عدد ثابت بود و آره چی میگفتیم طاقت نقطه نظر به دایره اینو خود خوان جلسه پیش خواندیم دیگه نه از این کمک میگیرم خب پس یک یادآوری کردم حالا دقت کن قضیه دیگه میگه که ما چنین شکل داشته باشیم از نقطه پی مماس ما رسم کنم در دایره صحیح پی تی مربع پس این نقاط نامش بانم میره بانم ای در اینجا باشد ای در این نامش باشد بی صحیح قضیه اینه میگه که پی تی مربع یعنی همه طول چی مماس به توان دو مربع مساوی میشه با دی مربع میشه چی میشه طاقت نقطه نظر به دایره
یعنی چی؟ مفاهیم میشه با دی مربع منفی آر مربع، که دی چی است؟ دی فاصله پی تا نقطه مرکز است، یعنی دی است، یعنی دی است فاصله نقطه تا مرکز، و یه هم که چی است؟ آر است دیگه، شای ماست. پس پی تی مربع، پی تی مربع یا پی تی به توان دو میشه دی مربع منفی آر مربع، صحیح؟ پس این رو باید ثبوت کنیم. خب ثبوت، ثبوتش به این شکل است، بسیار آسان است، دقت کنید شاگرد عزیز، بسیار آسان است. باز دوباره من به این شکل میگم که باید دی اینا رو پاک کنم که شکل ما کمی شلوغ میشه که دقیق بفهمیم. خب ثبوت به این شکل است شاگرد عزیز، من میگم که از او من میایم چی میکنم؟ از او به تی، صحیح؟ و از تی به ای رسم میکنم. فهمید چی رقم شد دیگه؟ نه، از تی به بی هم رسم میکنم به این شکل، درست است؟ البته او به تی نیاز نداریم، او رو به تی رو من پاک میکنم، بهتر شد. پس چی کردم؟ آمدم از تی به بی و ای رسم کردم. دو مثلث جور میشه پی ای تی، صحیح؟ و پی تی بی، من مثلث کلان، پس مثلث کلان پی تی بی با مثلث پی تی ای، یه هر دور من ثبوت میکنم با هم چی است؟ با هم دیگه متشابه است. چرا هم ثبوت میکنم؟ پس میگم که اول میگم از تی به ای و بی رسم میکنیم، از تی به ای و بی وصل یا رسم میکنیم، صحیح؟ تا اینجا خوفا میدیم دیگه، نه؟ از تی به ای و بی وصل میکنیم. آله مثلث کلان، مثلث کلان پی تی بی و مثلث خورد سمت راست پی تی ای، یه هر دور من ثبوت میکنم که با هم دیگه چی است؟ متشابه است. خب یک از ثبوت های تشابه چی بود؟ اگر دو زاویه از این مثلث با دو زاویه از این مثلث دیگه مساوی باشد، میگیم هر دو مثلث با هم چی است؟ متشابه است. صحیح؟ پس ما باید نوشتن میکنیم، به شک ثبوت میکنم. میگم زاویه پی مساوی است با زاویه پی و هر دوش مشترک است. دقت کنید، زاویه پی یعنی زاویه، هم برای مثلث کلان است، هم برای مثلث خرد سمت راست، هر دوش مساوی است دیگه، مشترک است. صحیح؟ پس پی مساوی است با زاویه پی. زاویه بی را من میگم با زاویه، نامش اینجا بگیرم، دقت کن شاگرد عزیز، با زاویه تی هر دو با هم مساوی است، صحیح؟ چرا؟ با زاویه مساوی است. زاویه بی هم مساوی است با زاویه تی، اگه دلیلش بگن شما خودتان. زاویه بی یک زاویه چیز محاطی است. زاویه محاطی چی بود؟ میشد قوس مقابل تقسیم به دو. قوس مقابل بی چی است؟ قوس مقابل بی از تی ای، پس میشه ای تی قوس تقسیم به دو، صحیح؟ زاویه بی به شک میشه دیگه. اما زاویه تی چی است؟ یک زاویه چی بود؟ زاویه مماسی. زاویه مماسی دقت کنید، یک زاویه که یک ذیلش چی بود؟ مماس بود، یک ذیلش وتر دایره بود، و او هم چی میشد؟ او هم میشد که قوس مقابل بخش بر دو یا تقسیم بر دو. قوس مقابل این زاویه تی چی میشه؟ اما ای تی میشه، این همی قوس میشه. پس این هم میشه چی؟ مساوی است با ای تی بخش بر تقسیم بر دو، صحیح؟ پس این هر دو دلیل چی است؟ که میشه قوس ای تی تقسیم بر دو، صحیح؟ پس این هر دو با هم مساوی است، چون یک تاش زاویه محاطی است که مقابل به یک قوس است، و یک تاش زاویه مماسی است مقابل به همون قوس، و هر دوش هم میشه همون قوس تقسیم بر دو. پس این هر دو چی شد؟ با هم دیگه چی است؟ مساوی است. پس از این هر دو من نتیجه میگیرم که دو مثلث بزرگ پی تی بی، پی تی بی متشابه، و مثلث خرد، مثلث خرد سمت راست پی تی ای، پی تی ای، صحیح؟ پس این هر دو متشابه است. خب نتیجه از این تشابه ما شما نتیجه میگیریم که اضلاعش متناسب است، صحیح؟ از لای متناسب به چه شکل است؟ و بگم در از مثلث خرد میگیرم، از مثلث خرد از بالا نوشتم، مثلث کلان از لاش در پایین نوشتم میکنم، پی تی از مثلث خرد کلانترین زل است، پس میشه پی تی، صحیح؟ تقسیم بر چه؟ من خردتر نوشته کنم که جای شده، پس به شکل نوشته میکنم پی تی از مثلث خرد کلانترین زل، در مثلث کلان کلانترین زل ما شما چی میشه؟ پی بی میشه، صحیح؟ پس تقسیم بر پی بی مساوی است با، صحیح؟ باز از مثلث خرد میگیرم، از مثلث خرد روبرو به چی؟ روبرو به زاویه تی، زاویه تی روبرو به زاویه تی چی است؟ پی ای است، پس میشه پی ای، صحیح؟ زاویه تی با کدام زاویه از مثلث کلان مساوی بود؟ با زاویه
بی بود. احسن. روبرو به زاویه بی از مثال اسکالان کدام زل است؟ پی تی است. پس پی ای بر پی تی. فهمیدید چه رقم شد دیگه نه؟ پس این تناسب ما شما داریم. حالا تناسب طرف وسط این بتونیم دیگه نه؟ یار دو درم ضرب بشه مسیز با یار دو. پس میشه پی تی در پی تی میشه پی تی مربع. پس میشنسیم پی تی مربع. مساوی است با پی ای ضرب داره پی بی. پس پی ای ضرب داره پی بی. صحیح؟ پس هم ثبوت شد دیگه. چرا؟ چون پی ای ضرب داره پی بی دقیقا جلسه قبل ما شما ثبوت کردیم و همون دی مربع معنی فار مربع است. صحیح؟ پس ما شما در اینجا نوشته میکنم پی تی مربع مساوی است با دی مربع منفی آر مربع. صحیح؟ پس چی شد شاگردای عزیز؟ این ثبوت شد. پس این قضیه دومم پس چی کردیم؟ ثبوت کردیم. گفتیم اگر از یک نقطه خارج یک دایره مماس رسم کنیم، مماس ما چی میشه؟ مربع شه. مماس مربع میشه همو چی؟ طاقت نقطه نظر به دایره میشه. دی مربع منفی آر مربع. که دی چی است؟ دی فاصله نقطه تا مرکز دایره است. آر ما و شما چی است؟ شای دایره است. پس دو قضیه رو چی کردیم؟ ثبوت کردیم. فهمیدی؟ پس ما تختر پاک میکنیم، یک تا مثال کار میکنیم که دقیقاً بفهمی از این قضیه چرا ما استفاده کنیم. درست است؟ خب مثال به این شکل است. یک تا سوال کار کنم. سوال به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید، ما یک دایره دارم، یعنی دایره ما و شما مرکزش او است. خب یک نقطه خارج از این داریم به عنوان پی، یک تا مماس به این رسم شده، یک تا مماس به این شکل رسم شده. اینجا تی است، اینجا تی زبر است. صحیح؟ خب این هم مرکز ما و شماست. این قاطع هم رفت شده است. این نقطه A است، این نقطه B است. گفته که دقت کن شاگرد عزیز، دقت کن بسیار مهم است. سوال با ما و شما سوال به این شکل داده. گفته که PA ما و شما 4 سانتی متر است. PB ما و شما چند است؟ PB 10 سانتی متر است. به عنوان مثال 10 سانتی متر. گفته چی رو دریافت کنید؟ PT رو دریافت کنید. و پی تی زبر گفته چند میشه یاردو؟ صحیح؟ پی تی و پی تی زبر چند میشه؟ با این شکل نوشته کن. پی تی یعنی پی تی چند میشه و پی تی زبر چند میشه؟ به این شکل بهتر است. یاردو چند میشه؟ سوال با ما و شما به این شکل گفته. این شکل داده گفته پی ای چند است؟ پی ای 4 سانتی متر است، پی بی 10 سانتی متر است. صحیح؟ حالا پی تی و پی تی زبر گفته دریافت کن. خب ما شما اول دو قضیه ثبوت کردیم. ثبوت کردیم گفتیم که پی تی با پی تی زبر مساوی است. قضیه اول دیگه نه، دو از یک نقطه دو مماس بکشیم بر دایره، اردوش با هم مساوی است. پس ما پی تی رو دریافت کنیم، پی تی زبر هم انمو میشه. پس فقط کافی است پی تی رو دریافت کنم که هر عدد انمو شد، پس پی تی زبر هم انمو میشه. درست است؟ خب اما پی تی باز قضیه دوم ثبوت کردیم. گفتیم پی تی مربع مساوی است با چی؟ طاقت نقطه نظر به دایره یا پی ای ضرب داره پی بی. همون طاقت بود دیگه نه؟ پس حل، پس ما داریم پی تی مربع از قضیه کامل ثبوت کردیم میشه پی ای ضرب در پی بی که همون چی است؟ طاقت نقطه نظر به دایره است دیگه نه؟ پس پی تی مربع، پی تی مربع مساوی است پی ای چند است؟ پی ای با ما و شما چند داده؟ 4 سانتی متر. پس 4 ضرب در پی بی چند است؟ 10. پس 4 ضرب در 10 مساوی است با 40. صحیح؟ پس پی تی ما و شما چی میشه؟ میشه جذر 40. بریم میفهمیم دیگه نه؟ جذر میتونیم بگیریم دیگه. مربع شده 40، خودش میشه جذر 40 میشه. جذر 40 هم اگر اختصار کنیم چند میشه؟ جذر 40 میتونیم 4 در نوشته کنیم. صحیح؟ به شکل نگاه کنید، نوشته کنیم 4 ضرب در 10. یعنی 4 که میتونه از جذر خارج شوه، پس میشه 2 جذر 10. صحیح؟ صحیح دیگه. 4 2 میتونه خارج شه، پس میشه 2 جذر 10. پس 2 جذر 10 چی میشه؟ میشه چی؟ جواب پی تی ما. پس پی تی شد 2 جذر 10، پی تی زبر هم چنده؟ او هم 2 جذر 10 هم مساوی است. پس در نتیجه پی تی زبر هم مساوی است با 2 جذر 10. صحیح؟ پس ثبوت شد، حل کردیم. سوال بسیار آسان تونستیم چی کنیم؟ حل کنیم. فقط از دو قضیه استفاده کردیم. یک قضیه اول چی بود؟ پی تی با پی تی زبر مساوی است و قضیه دوم پی تی مربع مساوی است با پی ای ضرب در پی بی. درست است؟ فهمیدید چرا قم شد دیگه نه؟ یه از چی است؟ خط مماس بر دایره. و مطلب آخر ما و شما چی است؟ بسیار آسان است.
زاویه داخلی در دایره. پس بریم سر تخته، من شکلش برد بکشم، با مثال تشریح کنم و یک مثال برد کار کنم، خلاص میشه. درست است؟ زاویه داخلی در دایره چی است شاگردای عزیز؟ ما و شما اگر یک تا دایره داشته باشیم، باز دوباره من یک دایره میکشم، این دایره ما و شما باشد، صحیح است؟ مرکز باشه، نامش او. اگر دو تا وتر، ولی مرکزش کار ندارم، دو وتر بیاین همدیگر چی کنه؟ قطع کنه. این باشد A B، وتر ما این باشد C D. دو وتر همدیگر چی کنه؟ قطع کنه در داخل دایره. اینمی چهار زاویه تشکیل میشه، زاویه یک، زاویه یک باشد، یعنی دو باشد، یعنی سه باشد، یعنی چهار باشد، صحیح است؟ یعنی چهار تا زاویه به اینا میگن زاویه های داخلی در دایره، صحیح است؟ پس دو وتر اگر بیاید در داخل یک دایره همدیگر قطع کنه، چهار تا زاویه تشکیل میشه، به اونا میگن زاویه های داخلی. یک نکته شاگردای عزیز دقت کنید، ما و شما میدونیم زاویه یک با زاویه سه مساوی است. چرا؟ چون به اونا میگیم زاویه های متقابل برعکس. اگر دو خط مستقیم بیای همدیگر را قطع کنه، اینی دو زاویه مقابل با هم مساوی میشه، اینی دو زاویه مقابل هم چی است؟ مساوی است. و اینها میگیم زاویه های متقابل برعکس. اینو ثبوت کردیم قبلا، ما شما اینو میدونیم، درست است؟ خب اما ما شما میخوایم چی کنیم؟ ما شما میخوایم یک رابطه بین این زاویه ها و قوسایی که وجود داره دریافت کنیم، درست است؟ قوسایی که وجود داره دریافت کنیم به چه شکل میشه؟ فهمیدید چه رقم شد دیگه نه؟ خب ما چه رقم انجام میتون میره؟ به شک میگم که شاگرد از دقت کنید، بان من یکم دایره کلانتر بکشم که میخوام شکل بکشم که کامل بفهمید. پس یک دایره کلان بکشم، پس یک دایره کلانتر بکشم به این شکل میشه، یعنی دایره ما و شما باشد، صحیح است؟ و دو وتر به همدیگر قطع کنه به این شکل A B و یه هم باشد C D. این B است دیگه، صحیح است؟ من یک تا زاویه رو میخوام دریافت کنم، اینی زاویه رو ما چی میکنم؟ میخوایم دریافت کنم اینی زاویه رو، زاویه نامش بگیرم زاویه مثلا چی؟ زاویه الفا. زاویه الفا رو ما میخوایم چی کنم؟ دریافت کنم، ببینیم نظر به قوسا چی میشه. پس اینی رو ما میخوایم دریافت کنیم، یک تا مثال کار میکنیم، خلاص میشه. خب من میگم که دقت کنید شاگرد عزیز، ببینیم زاویه داخلی، پس نوشته کنم زاویه داخلی. ما اگر بیایم از B به D وصل کنم، از B به D وصل کنم A، چی کردم؟ از B به D وصل کنم، یک تا مثلث تشکیل میشه، مثلثه. اینم نامش رو بگیرم مثلا چی بگیرم؟ اینم بگیرم A B C D، اینو بگیرم E، صحیح؟ این نقطه نقطه E باشه. پس مثلث E B D، اینم یک مثلث است دیگه. ما و شما اینو میفهمیم که شاگردای عزیز یک تا یک مثلث داشته باشه، اینی مثلث، اینی زاویه چی میشه؟ زاویه خارجی مثلث برش میگیم. اگر باشد A، ای باشد B، ای باشد C، ای یک، ای دو، صحیح است؟ میگیم که ای دو، ایره ما شما خواندیم قبلا، ای دو مساوی است با B جمع C. در یک مثلث زاویه خارجی مساوی است با جمع زوایای داخلی غیر مجاور. مجاور این همسایه کنارش، اینی کنار نه، دیگه داخلی هر دو جمع کرد، B و C جمع کرد، اما A میشه. ایره ما شما قبلا خواندیم، ثبوت هم کردیم در صنفای قبل. پس ای دوی ما صحیح مساوی است با زاویه B جمع زاویه C. ایره ما و شما میفهمیم در یک مثلث زاویه خارجی مساوی است با چه؟ جمع زوایای داخلی غیر مجاور. ایره ما و شما چی خواندیم قبلا؟ من از این نکته استفاده میکنم در قضیه خود ما. خب پس ما و شما چی داریم؟ ما و شما زاویه الفای ما اعمال چی است؟ زاویه خارجی مثلث EBD است دیگه نه؟ پس میگم زاویه الفا مساوی است با B جمع D. اینو ما شما میفهمیم، چرا؟ چون یک زاویه خارجی مثلث EBD می باشد. اما دیگه گفتم دیگه زاویه خارجی است. خب خود زاویه B، پس الفا مساوی است با خود زاویه B. شاگرد عزیز زاویه B یعنی زاویه است. زاویه B یک زاویه چی است؟ زاویه محاطی است. زاویه B یک زاویه محاطی است. نگاه کنید A B D یک زاویه محاطی است. زاویه محاطی چی میشد؟ قوس مقابل تقسیم بر دو، صحیح؟ پس قوس مقابل چی است؟ AD تقسیم بر دو، پس این قوس AD تقسیم بر دو. جمع زاویه D، زاویه D کدام است؟ زاویه D اینی است. این زاویه D هم یک زاویه چی است؟ محاطی است. پس این هم میشه قوس مقابلش CB تقسیم بر دو، پس میشه CB قوس CB تقسیم بر دو، صحیح؟ پس زاویه الفای ما شد B جمع D. چرا؟ چون زاویه خارجی مثلث است. حالا خواهر کدام؟ B میشه AD قوس AD تقسیم بر دو، D هم میشه قوس CB تقسیم بر دو، چون زاویه محاطی است. خب حالا هر دو مخرج ها مساوی است، یکی از مخرج ها دور نوشته میکنم، صحیح است؟ AD
جمع سی بی سیست بیشک میشه. دور بان مده ده اینجا نشته میکنم. پس چی شد؟ الفای ما و شما چی شد؟ زاوی الفا مساوی شد با ای دی جمع سی بی تقسیم بر دو. یا میتونه به شکل نوشته کنم، نوشته کنم یک بر دو ضرب در ای دی جمع سی بی سیست به شکل میشه نوشته کرد. پس یه چی هست؟ این رابطه که ما و شما خواهد داره کنه همیسته. اگر ما و شما دو وقت هم دیگر قطع کنه دایره، زاوی داخلی چی میشه؟ میشه همین قوسی که در اینجا وجود داره، AD جمع CB، یعنی همین هر دو قوس تقسیم بر دو، یا جمع میکنی زد در یک بر دو میکنی، یا هر دو جمع میکنی تقسیم بر دو میکنی. فهمیدید چرا خم شد؟ پس بسیار رابطه آسان دریافت کردیم، بسیار هم آسان است. اگر دو وقت هم دیگر قطع کند زاویه داخلی تشکیل میشه، و زاویه داخلی چی میشه؟ اینمی قوسا، اینمی قوس AD جمع CB تقسیم بر دو. ای زاویه، ای اگه زاویه، ای زاویه پایین دریافت کنیم چی میشه؟ این زاویه اگه دریافت کنیم این قوسش میشه، این میشه BD جمع AC تقسیم بر دو. صحیح؟ پس فهمید چرا شد دیگه نه؟ زاویه داخلی در دایره انم دو قوسی که وجود دارد مربوط به همو است. همو رو جمع میکنی تقسیم بر دو میکنی. صحیح؟ یک تا مثلا کار میکنیم و خلاص میشه. خب مثال، به عنوان مثال دقت کنید شاگردای عزیز. به عنوان مثال ما شما این چیز داریم، این دایره داریم، ای هست A B C D. گفته زاویه باشد نامش الفا، این زاویه نامش باشد بیتا. صحیح؟ گفته الفا و بیتا رو دریافت کن، این باشه 70 درجه و این باشد 60 درجه، این قوسا. صحیح؟ گفته قوس AD ما شما 70 است، قوس CD CB ما شما چند است؟ 60 درجه است. گفته الفا و بیتا رو دریافت کن. خب الفا رو ما دریافت میکنیم. الفا چی است؟ الفا یک زاویه داخلی است. صحیح؟ زاویه داخلی چی میشه؟ یعنی قوسا جمع میشه تقسیم بر دو میشه. پس میشه 70 جمع 60 تقسیم بر 2. 70 جمع 60 چند میشه؟ 130. آفرین. پس میشه 130 درجه تقسیم به 2، که تقسیم به 2 کنیم 65 درجه میشه. صحیح؟ پس الفا ما و شما چند شد؟ 65 درجه. اما بیتا رو هم دریافت کنیم. بیتا هم باز میتونید قوسا رو دریافت کنید، ولی خب آسان است. کار دو قوسش کار نداریم. اینی مگه یک خط راست نیست؟ شاگرد عزیز دقت کنید. اینی مگه یک خط راست نیست؟ من با دیگر رنگ بکشم که فهمیده شود. اینی یک خط راست مگر نیست؟ بله. خب الفا چند است؟ الفا 65 درجه. هر دوی الفا و بیتا با چند شوه؟ 180 درجه. خط راست 180 است دیگه نه؟ خب 65 شده اینجا باشد، بیتا میشه چند؟ 180 منفی 65 چند میشه؟ 115. صحیح؟ پس بیتای ما و شما، بیتا چند میشه؟ مساوی میشه با 180 منفی 65 درجه، که مساوی است با 115 درجه. صحیح؟ پس چی شد؟ ما و شما بسیار تانیسیم، بسیار آسان تانیسیم. چی کنیم؟ زاویه داخلی دریافت کردیم. صحیح؟ پس این یک تا مثال. پس زاویه داخلی رو فهمیدیم. درست است؟ خب پس شاگردای عزیز و گرامی، زاویه داخلی در دایره رو ما و شما خواندیم و رابطش هم که دیدیم با قوسه چی رابطه ای دارد. پس میرم تیک مارک میکنم. پس یه هم چی شد؟ یه هم خلاص شد. خب بریم سر وقت چی شاگردای عزیز؟ کار خانگی. کار خانگی چی است؟ کار خانگی گفتیم که تمرین های صفحه 34 و 36 کتاب حل کنید و ما روان کنید. چرا خب روان میکنید؟ همونطور که اول برنامه گفتم، از طریق نمبر 2964-780-255-40-13 میتونید در واتساپ با ما در ارتباط شوید. درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی، پایان جلسه دوم. مانده نباشین، بخیر باشین. شما رو به خداوند مهربان میسپارم.